وزارت تحصیلات عالی افغانستان تحت تسلط گروه طالبان اخیراً در اطلاعیه‌ای به استادان دانشگاه‌های سراسر این کشور دستور داده که در نگارش آثار علمی از کاربرد واژه‌های فارسی و بیان مطالبی که در آنها از حکومت طالبان انتقاد شده باشد به طور جدی بپریزند. در این اطلاعیه واژه‌های فارسی کلمات آمده از زبان‌های دیگر خوانده شده است. پیش از این نیز طالبان با تغییر دادن تابلوهای دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی حساسیت شدیدشان را با واژه‌های فارسی نشان داده بودند. طالبان معادل واژه دانشگاه را که ریشه کاملاً فارسی دارد پوهنتون می‌دانند که به زبان پشتو به معنای دانشگاه است. طالبان و اغلب پشتون تباران افغانستان معتقدند واژه‌های دادگاه، دانشگاه، دانشجو و مانند آنها واژه‌های خاص کشور ایرانند. به باور این گروه زبان رسمی افغانستان در کنار زبان پشتو زبان دری است که بسیاری از واژه‌های پشتو با آن درآمیخته است. گروه طالبان معتقدند که شهروندان اصیل افغانستان پشتون تبارند و بقیه اقوام افغانستان به نحوی مربوط به کشورهای اطراف هستند و ساکنان اصلی افغانستان نیستند. به همین علت تلاش طالبان بر این است که از توان زبان فارسی در افغانستان بکاهند. پیش از این طالبان زبان رسمی اداره‌های دولتی افغانستان را نیز از فارسی به پشتو تغییر دادند و تابلوهای فارسی را نیز از سردر بسیاری از اداره‌های دولتی افغانستان برداشتند. آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا با ما همراه هستند. آقای رئیس‌زاده سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات و درود بر محمد و آل محمد. آقای رئیس‌زاده، طالبان با فارسی ستیزی به دنبال چیه؟ بفرمایید. خب طالبا یک گروهی هست که اینا هم پشتونگرا هست، هم مذهبگرا هست و هم قومگرا هست و حکومت اینها فعلا در افغانستان نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت بین المللی. خب طالبا یک گروهی هست که هر فرهنگی، هر نهادی، هر گروه قومی و مذهبی که مخالف ایده های از اینا باشند، اینا کوشش میکنن که اونا را از بین ببرن و با اون مبارزه میکنن. مبارزه و شدت طالبان نسبت به زبان فارسی هم برگرفته از این میشه که اینا یک تعصب و یک تنش بسیار خطرناک با زبان فارسی را شروع کردن که اینا کوشش میکنن که را از ادارات دولتی جمع بکنن، از دانشگاه ها جمع بکنن، از جامعه افغانستان جمع بکنن که این یک نوع مبارزه فرهنگی و مبارزه ایدئولوژیکی علیه اکثریت اقوام مردم افغانستان است. آقای رئیس زاده، به نظرتون تغییرات زبانی طالبان تا کجا ادامه خواهد داشت؟ بفرمایید. خب تا وقتی که طالبا همین قسم غیر مشروع بر مردم افغانستان حکومت بکنه، اینا همین برنامه های مذهب ستیزی، زبان ستیزی، فارسی ستیزی خود اینا ادامه میتن و اینا کوشش میکنن که امو فرهنگ افراطی پشتونگری و زبان پشتونی را اینا بر مردم افغانستان تحمیل بکنن که برای مردم افغانستان سخت و دشوار است و زبان فارسی زبان ملی مردم افغانستان است. یک پشتون با یک هزاره مجبور است فارسی حرف بزنه، یک ازبک با یک تاجک باید با زبان فارسی تکلم بکنه و یک تاجک با یک ازبک با پشتون باید با زبان فارسی تکلم بکنه. اما طالبان این را برای خود خطر ایجاد میکنند و یک نوع جنگ فرهنگی در افغانستان راه میندازند که برای طالبان خطرناک است و برای پشتونهای ساکن در افغانستان خطرناک است. البته با تمام احترامی که به مردم قوم شریف پشتون در افغانستان داریم و اونا هم باید مردمشان و نهادهای مختلف فرهنگیشان در این مورد با طالبان باید تضاد خود نشان بده. آیا طالبان در محو زبان فارسی هم موفق خواهد شد؟ ببینید وقتی که سال 2021 طالبا آمدن، ما تبلیغات فراوان را داشتیم برابطه به این که طالبا میخواه فرهنگ خود را تحمیل بکنه،
چی از لحاظ مذهبی، چی از لحاظ آداب و رسوم اجتماعی، چی از لحاظ زبانی یا وسیله تکلم مردم افغانستان. خب اینا بله اینا تغییرات، اینا تاثیرات و تغییرات خود روی مردم افغانستان دارن. اگر 5 سال یا 10 سال دیگه هم طالبان در افغانستان باشن، ما میبینیم که خیلی جمع کثیری از مردم افغانستان با مفکوره طالبانی اینا به وجود میان و اینا وارد اجتماع میشن. خب انظیم لحاظ ما تقاضای ما همی است که قبل از اینکه تاثیرات بیشتری را از لحاظ زبانی، از لحاظ فرهنگی طالبان در جامعه افغانستان ایجاد بکنه، باید نهادها و جامعه مختلف و خصوصا جامعه فارسی زبان های دنیا باید در این مورد کار بکنن، مجالس فرهنگی بگیرن، کتاب های به زبان فارسی بیشتر اینا تولید بکنن که تأثیرات کمتر خود داشته باشه. در کل اینو میگم که بله، اگر با ادامه طالبان ما فکر بکنیم، تغییرات و تأثیرات منفی در افغانستان جا میذاره اینا. تشکر میکنم از شما آقای رئیس زاده. مظاهر رئیس زاده پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا با ما همراه بودند.